رفقا 3 روزه داره یه بند بارون میاد اینجا. سن دیگو رو که کلا اصلا سیل برداشته. این پسر ما هم 2 روزه تو خونه بوده. اصلا نتونستیم بیاریمش بیرون. تازه از سربازی هم اومده. گفتیم که بیاریمش بیرون تا یه خورده بارون کم شده یه قدمی هم بزنه. دوستان تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چجوری میتونید تو امریکا خونه پیدا کنین. حالا چه برای اجاره چه برای خرید. و اینکه حالا تو هر شهری یا ایالتی که هستین خودتون بتونید روی اینترنت قشنگ چک کنین خونه ای که دوست دارین رو نسبت به شرایطتون پیدا کنین. و اینکه یه نگاه به اجاره خونه ها میندازیم تو لس آنجلس، چند تا منطقه مختلفو با هم چک میکنیم. و چون خیلی بهم مسیج داده بودین، ازم خواسته بودین که راجع به اجاره خونه توی تگزاس براتون ویدیو درست کنم، تصمیم گرفتم که توی این ویدیو یه نگاهی هم به اجاره خونه تو تگزاس بندازم و اینکه بهتون نشون بدم یه مقایسه کوچیکی بکنم بین اجاره خونه‌های توی تگزاس و توی لس آنجلس. پس حالا بارون زیاد داره میاد دیگه، بریم تو خونه روی کامپیوتر بهتون نشون بدم. خب دوستان، دو تا وبسایتی که خیلی اینجا استفاده میشه، چه برای پیدا کردن خونه، چه برای خرید و یا چه برای اجاره، یکیش وبسایت زیلو هستش و یکیش هم وبسایت apartments.com هستش. حالا ما با زیلو شروع می‌کنیم. شما اینجا میتونین اون منطقه‌ای که میخواین داخلش خونه بگیرین رو تایپ کنین، سرچ کنین. حالا ما میزنیم لس آنجلس وقتی که این نقشه رو بهتون نشون داد، شما این قسمت بالا میتونین مشخصاتی که میخواین رو به اصطلاح تایپ کنین. اینجا خب ما انتخاب میکنیم برای رنت میخوایم اجاره کنیم و بعدش میتونیم قیمتمون رو یا بودجه‌ای که داریم رو تعیین کنیم. اینجا مثلا بزنیم $2,000 ماکسیمم بودجه هستش که ما داریم برای اجاره کردن خونه. و اینکه بر فرض حداقل یه دونه اتاق خواب لازم داریم. نوع خونه رو هم شما میتونید اینجا مشخص کنین که هاوس باشه، آپارتمان باشه، کاندو باشه، تن هوم باشه یا هر چیز دیگه. ما میذاریم همینجوری بمونه. آپشنامون ببینیم در کل چی هستش. و اینجا هم فیلتر بیشتری دارین، میتونین مشخص کنین که مثلا روز اولی که میخواین وارد خونه بشین چه روزی هستش، متراژ خونه چقدر باشه، بعدش زیرزمین داشته باشه یا نه. اگر که مثلا پت دارین، حیوان خونگی دارین، سگ و گربه، اینجا میتونین انتخاب کنین خونهایی که اجازه میدن حیوان خونگی داشته باشین رو بهتون نشون میدن و خیلی چیزای دیگه که اینجا میتونین انتخاب کنین. حالا ما برای ساده نگه داشتن این ویدیو به اینا کاری نداریم، همین فقط بودجمون رو تعیین میکنیم و اینکه یه دونه اتاق خواب لازم داریم. حالا بریم ببینیم توی لس آنجلس، توی قسمت غرب لس آنجلس چه خونه‌هایی ما میتونیم پیدا کنیم با چه قیمتی و چه کیفیتی. اینو بهتون بگم که این قسمت سانتا مونیکا و قسمت بیورلی هیلز رو اگه میبینید هیچ خونه‌ای نشون نداده، به خاطر اینه که اونو جزء لس آنجلس حساب نمی‌کنه. اگر مشخصا سانتا مونیکا یا بیورلی هیلز رو مثلا بخواید توی این قسمت سرچ میتونین اسم اون منطقه رو بنویسین و خونه‌های اونجا رو بهتون نشون میده. حالا ما با همین چیزایی که داره نشون میده الان کار میکنیم. بذارین مثلا یه خونه رو نگاه کنیم. حالا بر فرض ببینیم این به چه صورت هستش. خب این توی غرب لس آنجلس نزدیک دریا، تقریبا $1,900 تقریبا قیمتش هستش و یه اتاق خواب است. بذارین عکسش رو با هم ببینیم که کیفیتش چجوریه. خب این نمای بیرون ساختمون، کاملا یه ساختمون قدیمی، داخلش هم یه آشپزخونه کوچیک، نسبتا تمیز، پارکتاش تمیز کردن، یه رنگی زدن، آشپزخونه کوچیکی داره، بازم نسبتا قدیمیه، یه اتاق خوابشه، حموم دستشویش هم خب قدیمی هستش ولی خب نسبتا تمیزه، یه دونه هم کلازت داره، اتاق خوابش هستش، اوکی. و قیمتش هم بود تقریبا $1,900. مشخصات زیادی اینجا نداده، گفته باید با منیجرش تماس بگیرین اگر مشخصات بیشتر میخوان. یکم که بیاین پایین تر، اینجا یه خورده توضیح داده راجع به خونه که به چه صورت هسته. شما میتونین توضیحات رو بخونین، بیشتر آشنا بشین با این خونه. اینو بهتون بگم که اگر خواستین مثلا برین خونه رو از نزدیک ببینین، میتونین اینجا ریکوست بدین و مشخصاتتون رو بذارین، باهاتون تماس میگیرن و هماهنگ میکنن که بتونین برین خونه رو از نزدیک ببینین. اگر هم که یه خونه دیدین که مثلا خوشتون اومد، میتونین اینجا اپلای کنین، ریکوست کنین، مشخصاتتون رو پر کنین و بازم باهاتون تماس میگیرن که کمکتون کنن به اصطلاح خونه رو بگیرین. بذارین حالا بریم یک دو تا خونه دیگه هم با هم ببینیم.
مثلا اطراف سنچری سیتی یا وست وود دوروبر دانشگاه UCLA. 1950 دلار خونه یک خوابه یه دونه هاوم دستشویی و 634 سکوئر فوت هم هستش. برای پت اجازه میدن که گربه نگه دارین. بعد لانجریش شیرد هستش، یعنی اینکه شما داخل اتاق داخل خونتون ماشین لباسشویی ندارین، کل مجموعه ماشین لباسشویی داره، همه مستجر هم استفاده میکنن، شما هم باید از همون استفاده کنین. اگر که این خونه رو بخواین 1950 دلار هم ازتون دیپازیت میگیرن اون اول. مشخصات دیگه راجع به خونه این پایین هستش که میتونین بخونین، آدرس خونه رو هم نوشته، اگه بخواین مثلا برین ببینین از نزدیک، بذارین یه خورده عکساش هم نگاه کنیم. نسبتاً تمیز، بازم خونه قدیمی هستش ولی خب پارکتاش تمیز بود یه خورده. اینم نمای بیرونی خونه است، اینم فلور پلنشه. اوکی، اینم که اینجا میبینیم بچه بخاری دیواری هستش، اکثر خونه‌های قدیمی لس آنجلس این بخاری دیواری رو دارن. اینم که آشپزخونه‌ش رو میبینیم، قدیمی هستش، خیلی هم کوچیک به نظر میاد. اوکی، اینم آشپزخونه است، قدیمی هستش، درسته. همون دستشویش هم خب تمیز کردن ولی باز هم همون سیستم قدیمیش مونده. اینم که اتاق خوابش هستش و یه کلاست هم داره. اوکی، این خونه هم که دیدین بچه تقریبا 2000 دلار قیمتش هستش. بذارین حالا یه خورده بریم دورتر از وست لس آنجلس، سمت کالور سیتی که یه خورده شاید ارزون تر باشه، ببینیم اونجا چی هستش. این خونه خب آدرسش هستش اگه بخوایم مثلا برین از نزدیک ببینیم. یه اتاق خواب است، 1800 قیمتشه، بازم همون ساختمون قدیمی تیپیکال لس آنجلس، نمای بیرونی خونه است. اینا همه یونیت های مختلف، آپارتمان های مختلف هستن بچه ها، همسایه ها هستن که همه توی این مجموعه زندگی میکنن. در ورودی آشپزخونه سمت چپ، بازم همون یه خونه قدیمی ولی خب پارکتاش ترتمیزه، یه رنگی زدن، بخاری روی دیوار هم که میبینین. همون دستشویش هستش، بازم قدیمیه ولی خب یه خورده ترتمیز کردن، ولی کابینت ها و وان و اینا همه قدیمی هستش. اتاق خوابش که میبینی خیلی کوچیکه. اوکی، اینم از خونه که توی سمت کالور سیتی بود. بچه توی یه ویدیویی که درست کردم راجع به منطقه های لس آنجلس توضیح دادم، اون ویدیو رو میتونید نگاه کنین، میتونه بهتون کمک کنه که بهتر با منطقه‌های مختلف لس آنجلس آشنا بشین. حالا بذاریم با هم دیگه بریم یه خورده بالاتر سمت ولی، اونجا نگاه کنیم ببینیم قیمت‌های اجاره اونجا به چه صورت هستش. توی این منطقه ولی بچه‌ها، هرچی شما نزدیکتر به این خیابون ونچورا بولوارد باشین، کلاس منطقه بالاتر هستش و یه خورده اجاره گرون‌تر هستش. توی این منطقه تمام رستوران ها، مراکز خرید و مراکز تفریح بیشتر توی این خیابون ونچورا هستش. بذاریم با هم حالا مثلا اینو نگاه کنیم 2000 دلار، ببینیم با 2000 دلار تو منطقه چی پیدا میکنیم. خب این خونه نسبتا تمیزه، ریمادلش کردن، کابینت های نسبتا تمیزی گذاشتن و قشنگ به نظر میرسه، ولی خب ساختمون از بیرون میبینیم کاملا قدیمی هستش. پارکتاش ترتمیزه، آشپزخونهش تمیز هستش. همون دستشویش هم خیلی کوچیکه ولی خب میبینین که یه ریمادل معمولی کردن که خوب به نظر برسه. نمای بیرون ساختمون، قیمتش تقریبا 2000 دلار هستش، یه خواب است، یه همون دستشویی، 700 سکوئر فوت هم هستش. مشخصات بیشتر هم که میبینین اینجا توضیح دادن. یه دونه پارکینگ باهاش میاد با این خونه و هزینه آب هم داخل اجاره پرداخت میشه. اوکی، بذارین یه خونه دیگر هم نگاه کنیم. حالا مثلا برفرض این قسمت 1700 دلار.
این هم 1650 یه خوابه هستش و ببینیم مشخصات دیگهش. میتونین پت داشته باشین، لانجری داخل خونه نیستش، بعد برای شستن لباساتون شیر کنین ماشین لباسشویی با بقیه مستجرا و همین دیگه. میگه پارکینگ لات هم که داره. اوکی بذارین خونه رو نگاه کنیم. اینجا هم میبینین که تعداد خیلی زیادی آپارتمان هستش که اینا به صلاح همه همسایه‌هاتون هستن. ورودی خونه ببینید کاملا قدیمی هستش دیگه، از کابینتاش هم مشخصه. یه رنگی زدن معمولی، یه ترتمیزی کردن، حمام‌دستی کاملا قدیمی. یه اتاق به اصطلاح ورودیش هستش و این انتها هم آشپزخونه است، از اینجا میره داخل اتاق خواب. اوکی فکر میکنم بچه آشنا شده باشین الان دیگه که چجوری میتونین خودتون نسبت به هر منطقه‌ای که دوست دارین و نسبت به بودجهتون میتونین از این وبسایت استفاده کنین. این بالا میتونین مشخص کنین که دنبال چه جور خونه ای هستین، بودجهتون به چه صورت هستش و خودتون دیگه فکر میکنم راحت بتونین از این وبسایت استفاده کنین و بتونین نسبت به اون شرایطی که دارین خونه مورد نظرتون رو پیدا کنین. حالا بذارین بچه ها یه مقایسه کوچیکم بکنیم با تگزاس، برای اینکه خیلی ازم سوال پرسیده بودین. ببینیم توی تگزاس شرایط خونه و شرایط به اصطلاح اجاره به چه صورت هستش. بذارین تایپ کنیم تگزاس و بریم یکی از شهرهاش، مثلا شهر دالاس شهر خوبی هستش، میتونیم با دالاس مقایسه کنیم خیلی سریع. همین شرایط رو نگه میداریم، بودجمون 2000 دلار و خونه حداقل یه اتاق خوابه. ببینیم توی دالاس چی پیدا میکنیم. دالاس بچه اینجا مرکز شهر هستش، دانتاون شهر هستش، هرچی نزدیک به اینجا باشین گرونتره. معمولا خانواده ها این اطراف زندگی میکنن که تقریبا مثلا یه نیم ساعت 40 دقیقه با مرکز شهر فاصله داره و فرسکو یکی از شهرهای خوبی هستش که خیلی خانواده اونجا زندگی میکنن. بذار اینجا رو با هم یه نگاه بکنیم. مثلا این آپارتمان خب خودتون دیگه میبینین دیگه، از نظر تمیزی واقعا اصلا قابل مقایسه نیست با چیزی که توی لس آنجلس میگیرین. خونه یه اتاق خوابه از 1400 تا 1500 دلاره به اصطلاح و بذارین عکساش هم با هم ببینیم. بچه این وسایل داخل خونه با آپارتمان نمیاد، اینو براتون به اصطلاح حالت مدل درست کردن که شما بتونین تصور کنین که خونه چقدر زیبا میتونین درست کنین، ولی کیفیت خونه، تمیزی خونه رو خودتون میتونین ببینین. این به نظر میاد یکی از اون آپارتمان تازه ساخت باشه. توی تگزاس گوشه گوشش دارن آپارتمانای نوساز درست میکنن که همینجوری خیلی قشنگ و کیفیت خیلی خوبی داره. آشپزخونه رو هم خودتون میبینین که چقدر قشنگه. اتاق خوابشه، حموم دستشویی بسیار ترتمیز. اینم کل ساختمون هستش بچه ها، استخر داره. میبینین که چقدر، میبینین چقدر زیباست. حالا اینو مقایسه کنین شما با لس آنجلس که با 2000 دلار تقریبا شما چه خونه مثلا اونجا میتونین بگیرین، ولی با 1500 1600 توی تگزاس چه خونه میتونین مثلا اجاره کنین. میبینین امکانات خیلی زیادی داره، باشگاه ورزشی. خیلی ترتمیز هستش این ساختمون واقعا. میبینید میز بیلیارد، شما از همه اینا میتونید استفاده کنید وقتی که اونجا مستاجر این ساختمون باشین، به همه این امکانات دسترسی دارید. دیگه واقعا لازم نیست چیزی راجع به این خونه و این ساختمون من بخوام توضیح بدم، دیگه خودتون روی تصویر همه چی رو میتونین ببینین و مقایسه کنین. خونه های مختلف داره دیگه، مثلا دو تا خوابه هاشون هم از 2000 دلار شروع میشه تا 2000 مثلا 700 2300 دلار. بذارین حالا یه قسمت دیگه شهر رو با هم نگاه کنین. یه کم اگه بریم بالاتر، الان هم جایی هستش که خیلی خانواده زندگی میکنن. بذارین یه آپارتمان هم اونجا نشونتون بدم. آپارتمان یه خوابه از بین تقریبا 1500 دلار هستش. بذارین عکساشو با هم ببینیم. میبینین که اینم خیلی ترتمیز هستش. باشگاه ورزشی داره که میتونین استفاده کنین، سالن سینما داره،
میز بیلیارد و پینگ پونگ و فوتبال دستی داره این پشت و امکانات خیلی زیادی دارن که شما فقط اگر اونجا مستأجر باشین به تمام اینا میتونین دسترسی داشته باشین و استفاده کنین. همون دستشویی هم که میبینین چقدر تمیز هستش. اینم کل مجموعه است. یک کم بریم پایین تر میبینین که مشخصات بیشتری داده که شما چند ماهه میتونین اجاره کنین و اینکه میتونین سگ و گربه داشته باشین و پالیسی های مختلفشون رو اینجا توضیح دادن. خودتون دیدین که به اصطلاح چقدر ترتمیز بودش این آپارتمان و میتونین مقایسه کنین. 1500-1600 دلار بود با خونه 2000 دلاری که مثلا توی لس آنجلس با هم دیگه دیدیم. بذارین یه دونه دیگه هم بهتون نشون بدم و حالا مثلا روی همین کلیک کنیم ببینیم به چه صورت هستش. قیمتش رو نگاه کنیم. یه اتاق خوابه 1400 تا 1500 دلار و میبینیم که مجموعه ورزشی داره. سالن بسکتبال داره. استخر خیلی باحالی داره. شما به همه اینا امکانات میتونید دسترسی داشته باشین اگر اونجا مستأجر باشین. این کل مجموعه هستش. میبینید چقدر تمیزه. این هم که داخل خونه هست خیلی ترتمیز. آشپزخونه بسیار زیبا. دیگه خودتون بچه فکر میکنم دیگه متوجه شده باشین دیگه مقایسه واقعا راحتی باشه بین هزینه ها توی لس آنجلس و توی تگزاس. میبینین که با 1500-1600 دلار چه کیفیت خونه شما میتونین توی دالاس بگیرین و جلوتر هم بهتون نشون دادم که با تقریبا 2000 دلار میتونین چه کیفیتی توی لس آنجلس بگیرین. حالا اگه بخوایم راجع به apartments.com هم صحبت کنیم، هم دقیقا مثل همون زیلا هستش. هیچ فرقی نمیکنه، شما تایپ میکنین که چه منطقه‌ای دنبال خونه میگردین و اینجا توی نقشه بهتون نشون میده. این بالا هم شما میتونین دوباره بودجهتون رو مشخص کنین که مثلا 2000 دلار هستش یا هر چقدر که هستش، چند اتاق خوابه لازم دارین، نوع خونه به چه صورت باشه، آپارتمان، هاوس، کاندو، و بهتون نشون میده که چه خونه هایی وجود دارن توی سطح شهر و بازم شما رو هر کدوم میتونین کلیک کنین و بهتون نشون میده که به اصطلاح خونه ها به چه صورت هستش، شرایطشون چجوریه. این مثلا یه خونه دوباره توی غرب لس آنجلس هستش، 1900 تا 2150 دلار اجاره ماهیانش هستش. یه اتاق خوابه، یه دونه حموم دستشویی داره، 600 تا 700 اسکوئر فوت هم هستش. داخلش هم بخوایم نگاه کنیم میبینیم دیگه خیلی قدیمیه و چیز زیاد خاصی واقعا نداره. یه آشپزخونه قدیمی خیلی معمولی. خب دوستان فکر میکنم خودتون تا الان دیگه آشنا شده باشین که چجوری میتونین از این دوتا وبسایت استفاده کنین. نسبت به شرایط خودتون میتونین مشخصاتتون رو اینجا وارد کنین و بگردین و اون خونه‌ای که مورد نیاز هستش و به مشخصات شما، به نیاز شما بیشتر میخوره رو پیدا کنین. یه مقایسه کوچیکی هم بین لس آنجلس و دالاس با هم دیگه انجام دادیم. این بود از ویدیو امروز دوستان. امیدوارم که به دردتون بخوره، بتونه کمکتون کنه. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین، سابسکرایب فراموشتون نشه. اگرم که سوالی دارین حتما برام کامنت بذارین. لطفاً بکنین ویدیو رو شیر کنین، اجازه بدین دوستان بیشتری بتونن ویدیو رو نگاه کنن و از این اطلاعات استفاده کنن. مرسی که با من بودین. تا ویدیو بعدی.